نکاتی که در مورد گنج‌های دفن شده باید بدانید. قبل از هر چیزی اگر عضو کانال ما نیستید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن را فشار بدید تا از ویدیوهای ما مطلع شوید. نکته 1. فرد دفن کننده قبل از پنهان کردن گنج خود به مدت و اندازه کافی فکر کرده است و بهترین و امن‌ترین مکانی که میتوانست فکر کند را انتخاب میکند. البته کسی که گنج خود را دفن میکند همیشه سعی دارد که نقطه‌ای نزدیک به محل سکونت خودش را انتخاب کند تا هر از گاهی به آن سر بزند. از این رو نقطه‌ای که برای دفن کردن اشیا انتخاب میکند برای خود شخص معقول میباشد و ممکن است برای افراد دیگر اصلا منطقی نباشد. آنچه مهم است جالب توجه بودن نقطه دفن است. ممکن است آن شخص اشیاها را در شلوغترین و پررفت و آمدترین مکان ممکن پنهان کند، به طوری که حتی رهگذران هم متوجه اشیا پنهان شده نباشند. نکته دوم، مکانی که شخص برای پنهان کردن انتخاب می‌کرد در بیشتر موارد جایی بود که جلوی چشم او باشد. برای مثال اگر فرد باغ یا باغچه خانه خود را برای دفن انتخاب می‌کرد، نقطه دقیق آنجایی بود که در نشست و برخاست‌های روزانه بتواند آن نقطه را زیر نظر داشته باشد. نکته سوم، شخص دفن کننده به دلیل اینکه دوباره به آن مکان باز خواهد گشت، در اطراف نقطه‌ای که اشیای خود را در آن دفن کرده است، مکانی را علامت گذاری می‌کند. این عمل بین افرادی که در اراضی و مناطق طبیعی اقدام دفن کرده اند امری شایع است. نکته چهارم، بالاخره فرد دفن کننده برای گم نکردن محل و یا بعدها برای نشانی دادن مکان اشیاها به سایرین در اطراف دفینه نیز علامتهایی گذاشته و به وسیله آنها محل دقیق را پیدا خواهند کرد. دقیقاً این نکته جالبترین قسمت ماجرا است، چون با این وجود این قسمت سخت‌ترین قسمت کار نیز محسوب می شود. زیرا برای کشف رمزهای فرد دفن کننده ابتدا باید مقررات و قانون این کار را بیاموزید. همچنین بافت اجتماعی، تحصیلات، دوره‌ای که در آن زندگی می کرده و زاویه دید شخص دفن کننده به امور دینی باید کشف شود. اینها نکاتی بودند در مورد شخصی که اشیا و فلزات گرانبهای خود را دفن کرده است و داشتن این نکات برای شخص گنجیاب بسیار مهم است.